این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از قیام شعله‌ور مردم ایران که خامنه ای و روحانی و کل اراذل و اوباش عمامه‌دار رو مات کرد. عظمای هراسون هم که نه راه پس داره و نه راه پیش، کهیر امنیت زد و دوباره رو آتیش خشم مردم بنزین ریخت. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. شما ملاحظه کنید در این دو روز تقریبا، یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته، همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. اما مردم آنچنان بلای سر آخونده آوردن که پلیس وحشت‌زده عظما مجبور شد به التماس بیفته. نیروی انتظامی همچنین از مردم خواسته با هوشیاری و درایت ضمن طرد عناصر فرصت طلب و خودفروخته در برقراری نظم و آرامش عمومی پلیس خدمتگزار خود را یاری کنند. این هم صحنه‌هایی از یاری مردم به پلیس جنایتکار. پسند همین خوبه. مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار. 26 آبان باغستان غربی کرج. این دایناسور عمامه‌دارم به صحنه اومد و گفت گرونی بنزین نباید روی بقیه قیمت‌ها تأثیر بذاره. یکی نیست ازش بپرسه مگه سایر کالاها رو با اولاق جابجا میکنن؟ به اون کسی که میوه میفروشد و به اون کسی که کالا و جنس میفروشه باید گفت که این چه ربط داره که اگر بنزین گرون شد اون میوه هم گرون بشه، اون کار و اون کالا هم گرون بشه و در همه اثر بگذاره. این پاسدار سلامی هم تا دیروز درباره تحریم اینطوری حرف میزد: آیا تحریم کنندگان میتوانند از نزول رحمت الهی از آسمان جلوگیری کنند، آنها که خود امروز این همه عاجزند؟ این هم تصویری از نزول رحمت بر سر و عمامه آخوندا. پلیس آتیش زدن، دکه پلیس رو آورد، دو تا از ماشینه پلیس آتیش. تا یه هفته پیش این روباه بنفش هرچی از دهنش در می اومد می گفت و فکر می کرد هیچ اتفاقی نمی افته. یه نمونه از حرفاش رو گوش کنید. حالا یه کسی ممکنه بگه آقا من رفتم شغل پیدا نکردم. اصلا نمیشه آدم دنبال کار بره کار پیدا نکنه. حالا ممکنه یه بعضی از میگه آقا این کار در شأن من نیست. خب حالا این شأن بذاریم کنار، کار فراوونه، ما هممون میتونیم بریم وارد بازار کار شیم. توی این اوضاع و احوال باند رقیبم تلاش میکنه تا کاسه کوزه رو سر شیخ فری بشکنه. اما اگر قراره کسی بره پشت تریبون بابت مبارزه دستگاه قضایی با فساد، قوه قضاییه رو منکوب کنه، نظام رو مسئله دار اعلام کنه، به منتقدین انگ بی ایمانی بزنه، ما میگیم بی ایمان کسی است که به دست صاحب نظریه مرگ اسلام جایزه داد از پول بیت المال. آقای روحانی اگر تو ایمان داشتی به دست جواد طباطبایی جایزه بنیاد فارابی و سکه های حکومت اسلامی رو نمیدادی. اگر وزیر علوم تو و دیگران فهمی از دین داشتن
تیشه به ریشه اسلام نمی زدن. شما بابت این موارد آقای روحانی بعدش محاکمه خواهی شد. جناب عالی بری بالا بیای پایین، به دلیل مذاکرات با اسرائیلیا و زدن اون حرفا به مقام اسرائیلی پشت سر امام. بری بالا بیای پایین، یه روز تو حکومت جمهوری اسلامی محاکمه میشی و مطمئن باش من تا زنده نمیذارم از خلطی مذاکرات با اسرائیل فرار کنی. وقتی زمین سفت میشه شاخ زدن گاف ها هم به هم بالا میگیره، از پاستور عباسی گرفته تا این بسیجی های لوده که اینطوری با شیخ بری تصفیه حساب میکنن و خبر ندارن که همه جنگ و دعوا رو سر کل نظام خراب میشه. نمیدونم این آنچنان رونق اقتصادی که قرار بود ایجاد بشه چرا شد اینچنین فشار اقتصادی ایجاد الان. ولی خود این گام مثبتیه، این که قرار کردن 18 میلیون نفر هستن که داره بهشون فشار میاد. آره تمام پیشم گفته بودن آقای روحانی عزیز که میگم کی کشور رو تعطیل کرده، همین که قبول کردن که بالاخره یه دو سه روزی هست تعطیلی بین و تعطیلی نیم و اینا، خود این خوبه. ما هنوز سر اون سبد کالا این مهرهای گردنم درد میکنه، اینو بی خیال شین. قرار اینجوری 18 میلیون نفر کمک بشه؟ کارت ملی ما رو بدین الان، دو ماه یه کاغذ بهمون دادن، حالا دسته حمایتی پیشکش. اما مردم کاری به این جنگ و دعواهای باندی ندارن و عظما و شیخ فری رو با هم له میکنن. بزبز قندی هنوزم دنبال خاطر بازی و خوش کردن دل بسیجی ها با عمق استراتژیک عظماست. زمان ما هیچی که نداشتیم، الان تو سوریه یک بسیج تشکیل شده، ده ها هزار نیرو داره. تو عراق یک بسیج هشت و شعبی درست شده، ده ها هزار نیرو داره. شما میخواستین جبهه انقلاب ضعیف بشه، صد برابر قوی تر شد. ما قبل از این جنگا که نمیتونستیم علنی بریم تو سوریه و عراق و اینا، حالا دیگه علنیه، رسمیه و خود ملت و دولت عراق و سوریه میگن اگر کمک انقلاب اسلامی نبود عربستان و آمریکا و اسرائیل بر کل عراق و سوریه مسلط شده بودن. یکی نیست به این بزبز قندی بگه کجای کاری بابا، از بیروت تا تهران چپق عظما رو چاق میکنن. این یکی هم که تمام کارت‌های نظام رو سوخته می‌بینه، تازه یادش افتاده که نباید زیاد به اخبار افشای اختلاس‌ها دامن زده بشه چون مردم رو خشمگین می‌کنه. اطلاع رسانی و شفاف سازی ابعاد این فسادها اختلاس‌ها تأثیر منفی هم داره می‌گذاره. حالا نمی‌دونم باید چی کار کرد. یعنی مردم هر روز از خواب بلند میشن با یک خبر جدید، چندین خبر جدید راجع به اختلاس و فساد مواجه میشن و این خب تأثیر میگذاره و اینها همه داره این شرایط رو تشدید میکنه. کار خیلی سختی داریم در این انتخابات. و حالا این شما و این رفیق دوست مشنگ که بعد از سالها میخواد برای جلاد اوین خاطر سازی کنه. ببینید آقای لاجوردی یک انسان متدین رقیق القلب بشر دوست. البته من از من راجب شما جمله بگم، ایشون وقتی رئیس سازمان زندان ها بود من با هم خیلی رفیق بودیم، مثلا ایشون متلفه بودن. بله. بله من رفتم یه رو غروب دیدن ایشون تو زندان اوین، بعد دیدم که یه نفری یه عدل پتو رو دوششه، رفتم جلو دیدم لاجوردیه، این عدل رو از رو دوشش هل دادم انداختم پایین، گفتم سید کمره تو رو تو زندان زمان شاه شکستن، این چیه؟ گفت که باور کن که انباردار نبود، کسی دیگه هم نبود، من رفتم تو زندان دیدم این بچه ها یخ میکنن، دارم اینو برای خودش میبرم.
و این هم تصویری از محبوبیت روزهای آخوندی در بین نسل جوان. ما را سید ابن طاووس نوشته وقتی آقا به شهادت رسید. در آخر توجه شما رو به ابتکار جالب قیام آفرینان جلب می‌کنیم که انگشتر منحوس خمینی رو که آخوندا ازش یه مجسمه ساخته بودن به آتیش کشیدن. آتیش کشیدن انگشتر روح الله خمینی شهریار میدون امام. به آتیش کشیده شدن انگشتر میدون امام، انگشتر خمینی.